الحمدلله اینا رو کجا بذارم؟ ببر همون پشت بذار بغله تنو بعد بیا اوه خوب آه چی اوه... شده چابک؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟ چی بگم زنم مریضه منم پول ندارم که پیش یه حکیم درست و حسابی ببرمش نمیدونم چیکار کنم میخوای به حاجی صاحب نونوایی بگم یه پولی بهت قرض بده بعد تو هم کم کم بهش برگردونی دیروز بهش گفتم گفت ندارم یعنی چی ندارم؟ یعنی اون با این دم و دستگاه نداره چند تا سکه به تو قرض بده؟ نمیدونم والا به من که گفت ندارم حالا مگه اگه کاری نداری من برم شاید بتونم یه دفعه دیگه برم صحرا یه پشت خار دیگه بیارم یا حداقل این و بخور دست درد نکنه چیه؟ شاتر آقا این کیسه رو من پیدا کردم این همه سکه اینا رو کجا پیدا کردی؟ توی کوچه افتاده بود خب با این همه پول میتونی علاوه بر اینکه که زن تو درمون کنی تا مدت هم راحت زندگی کنی ها؟ اون وقت جواب خدا رو چی بدم؟ پسر این حرفا چیه؟ شاید اصلا خدا این کیسه رو سر راه تو گذاشته که زن تو نجات بده ولی من نمیتونم از این پولا استفاده کنم پس میخوای چی کار کنی؟ این کیسه رو میذارم پیش شما شما یه نوشته بزنید رو دیوار شاید صاحب اون پیدا بشه باشه ولی زن تو میخوای چی کار کنی؟ خب معلومه همون کاری که قبل از پیدا کردن این پول میخواستم بکنم پس که اینطور عجب شاتر آقا اگه لازمه نشونی های دیگه هم بدم حتی میتونی سکه های توش بشموری درست 150 سکه است نه آقا ما که دیگه شما رو میشناسیم شاتر آقا خیلی ازت ممنونم واقعا خیلی لطف کردی هر کس دیگه جای تو بود این پولا رو برای خودش برمی داشت والا چی بگم راستش این کیسه رو من پیدا نکردم این کیسه رو یه پسر جوانی که برای ما خار میاره پیدا کرد الانم دیگه باید پیداش بشه جدا پس اگه اینطوره من همینجا صبر میکنم تا بیاد من ازش تشکر کنم تازه حاجی اگه یه چیزی براتون تعریف کنم خیلی تعجب میکنید چی؟ تعریف کن این پسر خیلی فقیره زنش هم مریضه ولی دیروز هرچی بهش گفتم که این پولو بردار شاید خدا خواسته بهت کمک کنه قبول نکرد گفت ترس از خدا این اجازه رو نمیده اونها اومد عجب سلام شاطر آقا سلام اه. آخ خسته نباشی چابک ممنونم شاتر آقا با من کاری نداری میخوام برگردم صحرا چابک ایشون همون آقایی هستن که تو کیسه پولشونو پیدا کردی ای پس صاحب کیسه پیدا شد خدا رو شکر انشالله که چیزی از توش کم نشده باشه نه پسرم هیچی کم نشده کامل بود خب خدا رو شکر حالا اگه اجازه بفرمایین من مرخص بشم پسرم یه لحظه بشین باد کار دارم شنیدم همسرت مریضه بله حالش خیلی بده بگو ببینم تو شغل تو دوست داری؟ حاج آقا این چه سالیه که میفرمایی؟ مگه میشه که یه نفر شغل خارکنی رو دوست داشته باشه؟ ولی واقعیت اینه که من مجبورم که این کار رو بکنم من حاضرم هم خرج درمان همسر تو بدم هم تو رو ببرم پهلوی خودم که برام کار کنی فقط فقط یه شرط داره هر شرطی که باشه قبول میکنم به این شرط که به من یاد بدی که آدم چطوری میتونه با این همه فقر و نداری و مشکلات از مقدار زیادی پول بگذره خب راستش این که کاری نداره حاج آقا چطور؟ چون که من وسوسه نمیشم آخه چطوری؟ مگه میشه؟ خب میشه دیگه وقتی ترس از عاقبت بد و امید به خدا دل و قلب آدم و پر کنه جای چیز دیگه ای مثل وسوسه باقی نمیمونه ازت ممنونم چابک تو درس بزرگی به من دادی ولی حاج آقا من که کاری نکردم فقط وظیفه رو که خدا ازم میخواست انجام دادم همینو بس حالا بلند شو بریم زن تو ببریم پیشی طبیب خوب که من میشناسم. بالسلامات